سلام عرض میکنم به مخاطبان خوب کانال مستر ریپورتر. وقتتون بخیر. من میسیز ریپورتر هستم و پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه ما رو با لایک و کامنتاتون حمایت میکنید. در برنامه امروز میخوام در مورد حاشیه‌های جدید ریحان پارسا بهتون بگم که به عذرخواهی کامبیز دیر باز منتهی شد. تا پایان برنامه همراه ما باشید. از جدال تا عذرخواهی کامبیز دیر باز. ریحان پارسا که این روزها تبدیل به شاهدخت حاشیه شده، در جدیدترین اقدام خود روبروی کامبیز دیرباز قرار گرفته است. این روزها اینستاگرام برای برخی از بازیگران محل مناسبی برای ابراز عقیده، تبلیغ کردن، حتی حاشیه سازی تبدیل شده است. هرچند گاهی اوقات همین فضای مجازی برای این قشر از بازیگران دردسر ساز می شود. اما در میان چهره‌های مشهور این روزها، ریحان پارسا بیشتر از فضای مجازی و به خصوص فضای اینستاگرام استفاده می‌کند. هر روز یک پست جنجالی و چند استوری حاشیه‌ای. یک روز تاختن به امین تاروخ و هشتگ را انداختن بر علیه این بازیگر پیشکسوت تا این روزها که نوک پیکان اتهاماتش را به طرف کامبیز دیر باز گرفته است. مصاحبه‌ای که بازیگر نقش مجید سوزوکی با یکی از تلویزیون‌های اینترنتی داشت. در جریان این مصاحبه، مجری برنامه از کامبیز دیرباز درباره بازیگری پریسپور آبدینی می‌پرسد. دیرباز در پاسخ به سوال مجری که می‌گوید آقای عنقا قرارداد سفت و سختی با پریسپور آبدینی بسته است تا ماجرای ریحان فارسا تکرار نشود، اینطور گفت: قراردادش را در سر سفره‌ای که بزرگ شده بسته است. پور آبدینی یک آدم خانواده دار است. به نظرم راه درست را در پیش گرفته است. او بازیگر و دختر خوبی دارد و جوزده نمی‌شود. تا اینجا هم که نشده است و اگر قرار بود جو زده شود تا الان شده بود. همین اظهارات کامبیز دیرباز بود که ریحان پارسا برای این بازیگر بی‌حاشیه سینما و تلویزیون شمشیر را از رو بست. او ابتدا عکسی از کامبیز دیرباز در سریال آقازاده منتشر کرد و این متن را نوشت: یتیمان، اسیران، فرزندان طلاق، من را ببخشید. قلب شما اگر بشکند من مقصرم. من که با افتخار همه جا بیمهری پدر و ترک کردن مادرم را فریاد زدم، اما پای وجود پرتقصیرم از هر پدری مردانه تر و از هر مادری مهربان تر ایستادم که خود تناب دار برای امروز خود بافتم. من از اشک شما شرمسارم که امروز این وقیه گستاخ از چشمان شما به صورتتان روانه کرد. من باعث اشک و شرم پر از شرف چشمهای شما شدم. این من بی خانواده یاغی را بابت نفس کشیدنش ببخشید. اما ماجرای این شمشیر از رو بستن برای کامبیز دیرباز به اینجا ختم نشد. ریحان پارسا قسمتی از اظهار نظر کامبیز دیرباز را استوری کرد. او روی این استوری چیزی ننوشت، اما فیلم را یک سایت با این کپشن پخش کرده بود: نظر کامبیز دیرباز درباره پردیسپور آبدینی. با حرفاش موافقین؟ ریحان پارسا در استوری بعدی خود اینطور نوشت: مثل خیلی از اهالی سینما که همه راه سکوت را پیش گرفتن، از پیشکسوت تا جوجه هایشان فحش دادن. هزار رنگ به ریحان پارسا بستن. براشون امکانات به بار میاره. شکاف عمیق بین چپ و راست کاملا این روزها قابل درک شده. این اظهارات ریحان پارسا و رو در رویی او با کامبیز دیرباز دنبال کننده های آنها را به واکنش های متفاوتی واداشت. تا اینکه کامبیز دیرباز با انتشار یک استوری قائله ای که به راه افتاده بود را جمع کرد. استوری کامبیز دیرباز برای ریحان پارسا. او در استوری خود اینطور نوشت: سلام عزیزان همراه پویا. در مصاحبه اخیرم ناخواسته باعث آزردن سرکار خانم ریحان پارسا شدم. به شدت از دل شکستن در زندگی هراس داشتم و خواهم داشت. از همینجا صمیمانه از ایشون عذرخواهی میکنم و خدای خوبی ها را شاهد میگیرم که عمدی در دل نداشتم. خواهرم، دخترم، ریحانه، من رو ببخش. این کار زیبای آقای بازیگر باعث شد ریحان پارسا که شمشیر را برای او از رو بسته بود آن را غلاف کند و با انتشار استوری کامبیز دیرباز این هشتگ را زد: مرد باش. چه اتفاقی افتاد که ریحان پارسا از آن دخترک کم حرف و ساکت که وقتی برای بار اول در نشست خبری حاضر شد، سکوت او و رفتارهای دخترانش دل هر بیننده ای را می برد، امروز تبدیل شده به یک جوان سرکش که اگر هنرمندی نوک پیکان انتقاداتش را به روی او نشان بدهد، برایش هشتگ را می اندازد و با انتشار پست و استوری رسما اعلام جنگ می کند.
آیا انتخاب او به عنوان بازیگر و شهرت زودهنگام باعث شد ریحانه پارسا وارد دنیای حاشیه شود و یا پشتیبانی های بی حد و مرز دست‌اندرکاران سینما و تلویزیون باعث شد او دچار جوزدگی شود؟ هرچه که بود و هرچه که این روزها از ریحانه پارسا شاهد هستیم، نشان از سوء مدیریت مدیران سینمایی و تلویزیونی، انتخاب بازیگر با توجه به چهره و زیبایی بصری، عدم توجه به وجود خمیرمایه بازیگری در برخی از اشخاص است. ممنون از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هایی که میذارید به ما انرژی بدید و ما رو همراهی کنید. شاد و پایدار باشید.